درود جان بسیار بی و با درود به بینندگانتون و همیهنانم. خیلی ممنون. بعد از اون برنامه دوستان سوالاتی کردن که یکیش اون ماجرایی که شما راجع به مسئول سازمان دانشجویان دانشگاه بوعلی که در همدان گرفتار محکوم به 6 سال زندان شده بود میپرسن کارش به کجا رسید. اگر لطف کنید در این باره صحبت کنید ممنون میشم. سپاسگزارم. دوستمون که مسئول سازمان دانشجوهای غرب کشور بود و در دانشگاه بوعلی بود، اسم کوچیکش مهداده، 48 ساعت پس از دستگیری در اثر ضرب و شتم و جراحت بردنش به بیمارستان. این پسر بسیار زرنگ و تیزیه، تونسته بود یک پرستاری رو راضی کنه که اجازه بده با من تلفنی تماس بگیره و من بلافاصله چند تا از دوستان رو با پول فرستادم به بیمارستان و با یک جیمز بازی ایشون رو از بیمارستان درآوردیم، بردیم کرمانشاه، از کرمانشاه به ترکیه و توی ترکیه تونستیم پس از چند هفته با کمک UNHCR که کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملله، ایشونو بیاریم آمریکا و الان داره دوره تخصصیشو در پزشکی در آمریکا میبینه. سپاسگزارم. بسیار عالی. خوشحالیم که حداقل سرنوشت خوبی داشته و مثل دیگران یا مفقود یا سرنوشت نیست نشده. و اما آقای لادن، این روزها این برابر از دوستان میشنویم که میگن وضع زندگی در ایران به جایی رسیده که اکثریت مردم آرزوی برکناری حکومت رو دارن. البته خود من اینجا میگم هیچ آمار دقیقی وجود نداره. وقتی ما میگیم اکثریت مردم، بعضی ها که حتی مبالغه میکنن میگن 99%. ولی سوال اینه، پیشنهادهایی که از طرف گروه ها و سازمان ها و شخصیت ها میشه در این راستاست که باید همراه شد، رژیم را برانداخت و پس از آن خود مردم تصمیم خواهند گرفت که چه نوع حکومتی میخواهند. ولی شما میگویید اول باید تکلیف جایگزینی را مشخص کنیم. چرا؟ بارها نشون داده که با فروپاشی و سرنگونی دیکتاتوری و حکم رژیم های خودکامه اتوماتیک رژیم مردم سالار و دموکراتیش جایگزینش نمیشه. بهترین، من میخوام دو تا تجربه رو با هم در این مورد مرور کنیم. اولیش انقلاب 57 که میدونیم که باعث سرنگونی حکومت خودکامه و فردی شاه شد. شاه، خاندان پهلوی، هزار فامیل و دربار خودشونو سرور مردم، صاحب مملکت و برتر از قانون میدونستن و همونطور عمل میکردن. یعنی سیستم مملکتمون ارباب رعیتی بود. در مورد خودکامگی و خودکامگی شاه و حکومت فردیش و در نتیجه این مسئله انقلاب 57، به جز یه عده شاه اللهی و سلطنت طلب و تعدادی گمراه و نادان، همه آگاهن که این انقلاب یک انقلاب اجتناب ناپذیر و مردمی بود. اینکه رژیم شاهنشاهی به خاطر نداشتن هیچ گونه پایگاه مردمی و پوشالی بودن ارتش شخصی شاه سریع و زودرس از هم پاچیده شد و اینکه انقلاب در اثر کمدانی روشنفکران و مدعیان رهبری و در نتیجه ناآگاهی گسترده. ببخشید، من این وبسایت شما رو می‌خواستم نشون بدم. وبسایت شما اتوماتیک وار صداش باز میشه. بله ببخشید، می‌خواستم اون رو نشون بدم. دوستان عزیز، اندیشکده.net نوشتم زیر تصویر آقای لادن هست. بله بفرمایید. ببخشید از این موضوع. خواهش می‌کنم. داشتم میگفتم که انقلاب چجوری به کجراهه مذهب کشیده شد. ولی
ربطی به درست و به جا بودن انقلاب و به حق بودن خواستهای مردم نداره. مبارزه با عدم قانونمندی و شکاف فاحش طبقاتی برای برقراری عدالت اجتماعی و برابری فرصتها بود، برای حق شرکت در سرنوشت خودمون بود. اینه که این دوتا دو چیز متفاوته. گفتم دوتا مثال میخوام بزنم. مثال بعدی تجربه سرنگونی سوموزا در نیکاراگوا است و اینکه چجوری جایگزین شد با کسانی که داشتن مبارزه میکردن که اینو سرنگون کنن، بهشون میگفتن ساندنیستا، چپیای نیکاراگوه بودن، ولی اورتگا که رهبرشون بود یک دیکتاتوری دیگری رو به وجود آورد. در ایران حکومت مذهبی جانشین شاه شد، در نیکاراگوه حکومت چپ جانشین سوموزا شد، ولی هر دوشون خودکامه و دیکتاتوری. میخوام یه چیزی که شبیه ما به نیکاراگوه و ایران با هم دیگه مرور کنیم. نیکاراگوه مانند ایران، سوموزا جانشین پدرش بود، تو ایران هم که شاه جانشین رضا شاه بود. حکومتش فردی و غیرقانونمند، اکثریت مردم در فقر و درماندگی. نیکاراگوه مانند ایران متعلق به یک خانواده و یک گروه ویژه بود، خانواده پهلوی هزار فامیل. خانواده سوموزا مانند خانواده پهلوی بر قانون برتری داشت و قانون چماقی بود در برقراری اطاعت. در نیکاراگوه مانند ایران زور مقبولیت داره و ملت نیکاراگوه مثل ملت خودمون همه خودکامه و تکرب و خودمحور هستن. سپاسگزارم. بسیار ممنون. با سوال در همین به اصطلاح مطلب هست که بعضیا میگن باید با هم متحد بشیم. حتی آقای رضا پهلوی یه مدت شعارش بود امروز فقط اتحاد، حالا اتحاد، رژیم را سرنگون کنیم و سپس مردم تصمیم بگیرن. باز چطور؟ یا همینایی که میگن رفراندوم توسط یونایتد نیشن، من میگم یه کشور شما به من بگید که یو این قدرت داشته باشه بره اونجا نظارت کنه روی انتخابات. تازه اگه یه جایی هم دعوت شده رفتن، اونا جاهای اینا رو بردن که خودشون میخواستن بهشون نشون بدن. و شما به من بگو آقا چگونه همچین چیزی امکان داره که مردم بعدن تصمیم بگیرن؟ از دید من این یه نوع عوام فریبی و وعده سرخرمنه. اپوزیسیونی که طی 40 سال نتونسته با هم کنار بیاد، در هیچ موردی نه یک دیگر رو قبول دارن، نه به یک دیگر اعتماد دارن و نه یک دیگر را میپذیرن، میخوان بیان مشترکاً دولت برپا کنن. این یه وعده سرخرمنه. در ایران زمانی که اینا جمع بشن بر سر تقسیم، مانند کفتارهای درنده به جون همدیگه میفتن و به قول اون بیت شعری که میگه سحرگه نه تن سر نه سر تاج داشت، همه چی رو نابود میکنه. اما در این موردی که مردم خودشون تصمیم میگیرن، همینجور شما اشاره کردی، یعنی رفراندوم. خب اگه چنانچه خاطرتون باشه در یکی از گفتگوهامون در این مورد صحبت کردیم که با تکیه به شواهد تاریخی پرونده رفراندوممون زیاد قابل اطمینان و خردگرانه نیست. نمیدونم یادتون هست یا نه که رفراندوم شاه در انقلاب سفید 99.9% پاسخ مثبت دادن. در رفراندوم خمینی جمهوری آری، جمهوری اسلامی آری یا نه، 98.2%. درست مثل انتخابات صدام در عراق، 99-99. بله. براو ببین، با تکیه به این مسائل میبینیم که برنامه جایگزینی که من هی اصرار میکنم به گروه های مختلف، باید مشخص و شفاف تعیین بشه.
حالا خودم در این مورد پیشنهاداتی دادم، من میخوام اینو برای بینندگانتون بخونم. به نظر من پیش از این که ما کاری بکنیم، باید یک دعوتی بشه از تمام گروه ها و شخصیت ها که بیان در چارچوب اون دولت موقت ائتلافی و اینکه چه میخواهد بکند با هم دیگه توافق کنند. اونایی که توافق کردن امضا کنند و سوگند بخورن که به این دولت موقت ائتلافی و برنامه‌هاش وفادارن، بعد اون دولت موقت ائتلافی بتونه شروع به کار کنه. من حالا نوشتم که چه برنامه‌هایی رو نیاز دارن انجام بدن. اینا پیشنهاد فقط و فقط در این چارچوبی وجود داشته باشه. دولت ائتلافی باید زمانش موقت و مشخص باشه، یعنی اعلام بشه 1 سال، 18 ماه، 2 سال، و چه شرایطی. باید چارچوب قدرت و مسئولیتاش کامل کامل شفاف و مشخص باشه، بعدن نتونه سوار خر مراد بشه و همون آش و همون خواسته بشه. برنامه هاش باید مشخص و شفاف و برای اطلاع مردم اعلام بشه. اولین وظیفه وسایل ارتباط جمعی باید این باشه که مردم، برای آگاهی مردم باشه. با اون آگاهی رو من 4 تاشو نوشتم، میخوام با هم مرور کنیم. اول این که برای روشنگری و شفاف کردن برنامه ها باشه، یعنی مردم دقیقا بدونن چه برنامه هایی هست، چه زمان هایی هست که بتونن دنبال کنن. برای اعلام گام به گام کارهای دولت موقت باشه. سومی خیلی مهمه، گفتیم یه عده از گروه های مختلف، احزاب مختلف، دیدهای مختلف دور هم جمع شدن. حالا زمانیه که اینا هر کدومشون فرصت مساوی داشته باشن از این وسایل ارتباط جمعی استفاده کنن و اعلام کنن که کی هستن، چه برنامه‌ای دارن، چه اهدافی دارن، چه جوری به این برنامه‌هاشون میرسن، کامل برای مردم مدت‌ها اینو بیان کنن، تا اینکه مردم بتونن بر اساس اطلاعاتی که در مدت این دولت موقت به دست آوردن تعیین کنن که حکومت بعدی چیه. یعنی چی؟ رفراندومی که دیگه آریانه نیست، رفراندوم انتخاب بین بد و بدتر نیست، رفراندومی بر اساس یک مطالب شفاف و بیان شده که اینا با هم دیگه مقایسه کردن و انتخاب کردن. سپاسگزارم. بسیار ممنون. من فکر کنم بعد از اینکه آقای ترامپ قرارداد برجام یا اون موافقتنامه برجام رو امضا نکرده، با هم صحبتی نداشتیم. پس این ماجرای خروج آمریکا از برجام، به نظر شما این حرکت چگونه هست؟ چی میبینین؟ بازیگراش کیا هستن؟ البته هنفشه نقش اولش که آقای نتانیاهوه، بعد گول ترامپ، بنده خدا بیچاره واقعا دلم میسوزه براش. یه آدمی با این سن و سال واقعا فقط باید میتونه بگه عقده داشته که اومده یه همچی کاری رو کرده و خودشو اینجوری گرفتار کرده. ولی میخوام نظر شما رو بدونم، بازیگران کدامند؟ اهدافشون چیست؟ یه سوالم بعد از این میاد که در رابطه با ایران و آمریکا هست ولی خطرناکتر میشه. بفرمایید اینو بگید تا بعد اونو بپرسیم. حتما. به نظر من باید نخست ببینیم ترامپ کیست و چه میخواهد. ترامپ اگه به تاریخچه‌اش نگاه کنیم، همواره دنبال 2 چیز بوده: جمع‌آوری ثروت و مطرح بودن. این مطرح بودن یعنی هدف دومش هم برای هدف اولشه، یعنی چجوری بهتر با مطرح بودن بتونه ثروت جمع آوری. همکاران و رابطه هایی هم که انتخاب میکنه کسانی هستن که مانند خودش هم تنها به دنبال جمع آوری ثروت به هر وسیله، یعنی مانند تمام شارلاتان ها هدف وسیله رو توجیه میکنه. ترامپ با علم به این که خانواده کوشنر یک خانواده کلاهبردار
بس ولی ثروتمندیه با اونها رابطه ایجاد میکنه و بعدم دخترشو میده به جرد کوشنر. چارلز کوشنر که پدر جرده در 2005 12-13 سال پیش به جرم رشوه دادن، تقلب مالیاتی، پرونده سازی جعلی و ساختگی محکوم و روانه زندان فدرال آمریکا میشه. و اما شما درباره انتخاب ترامپ صحبت کردین، انتخاب ترامپ به ریاست جمهوری آلوده ترین انتخابات تاریخ آمریکا بوده. در این چارچوب مثال بالا کاملا صرف میکنه، گفتیم هدف وسیله رو توجیه میکنه، در این مورد کاملا قابل لمس. یعنی از آغاز تا پایان همش کلک، همش کلاه کلاه. حتی با دشمن سوگند خورده آمریکا ترامپ هم قابه شد که بتونه به ریاست جمهوری برسه. با اون شعاری هم که میداد میگفت America First، شعار آمریکا اول، یعنی همه چیز برای فروش هست، همه چیز برای جمع‌آوری ثروت و در خدمت سرمایه. و شما اشاره کردیم به بازیگران. با ورود ترامپ به کاخ سفید، حزب لیکود اسرائیل که یک حزب جنگ طلب و تندروی اسرائیلی است وارد کاخ سفید شد و اسرائیلی های افراطی تعیین کننده سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه شدند. در این راستا جالبه که دشمن دیگه ایران، عربستان سعودی و قطر، به آمریکا و اسرائیل تعهد دادن که تمام مخارج جنگ و درگیری با ایران رو تقبل میکنن. سپاسگزارم. ممنونم از شما. بحث دیگه ای که الان دربارش این ورانور هست و ما هم میشنفیم هم میبینیم، این ماجرای جنگ با ایران. آیا شما جنگ با ایران را اجتناب ناپذیر میبینید؟ خب ببینید، جنگ نیابتی که معمولا یه گروه دیگر میندازین جلو که کاراتون انجام بده، مدتی هاست که آغاز شده در لبنان، در عراق، در یمن، در سوریه. ترامپ برای که جواب این که آیا جنگ میشه یا نه، ترامپ با انتخاب نیکی هیلی به عنوان سفیر آمریکا در سازمان ملل، ارتشبود جیمز ماتیس وزیر دفاع و جان بولتون مشاور شورای امنیت، هم کابینه جنگ رو شکل داده و همین که به ارباباش یعنی صنایع نظامی آمریکا، جنگ طلبای آمریکا و تندروهای اسرائیل نشون داده که من در دست شما هستم. حالا ببینیم که این سه نفر کیان و چرا کابینه جنگ به وسیله این سه نفر به وجود میاد. نیکی هیلی یه دست راستی تندروه، مخالف بیمه های اجتماعی و بازنشستگی، یعنی چیزی که به مردم کمک بکنه، مخالف اتحادیه های کارگری، مخالف، این خیلی جالب، مخالف سیستم مهاجرتی آمریکاست. میگه حالا که خودم و خانواده‌ام از هند مهاجرت کردیم به آمریکا، لطفاً درا رو ببندی که کسی دیگه نیاد. مخالف قوانین محافظت محیط زیست، مخالف انتخاب زن در مورد بدن خودش که آیا این حاملگی رو میخوام ادامه بدم یا ندم، میخوام سخت جنین بکنم یا نکنم، حتی در مواقعی که تجاوز در کاره، این مخالفش. و مخالف قوانین کنترل اسلحه است. این شخصیت نیکی هیلیه. و اما ارتشبود جیمز ماتیس یک تندروی دست راستی جنگ طلبه که ببینید حالا چقدر بعضش خرابه که تو ارتش معروف شده بود به سگ هار. ارتش هرمتیس بر این باوره که ایران بزرگترین خطر برای صلح جهان،
این درست شعار نتانیاهوه که دور دنیا میگرده و ایران رو همینطوری میخواد دنیا رو متحد کنه بر علیه ایران. ارتش بود متیس میگه با تمام خطراتی که القاعده و داعش برای خاورمیانه دارن، ایران برای ثبات و صلح خطرناکتر است. میرسیم به جان بولتون، ببخشیم، مشاور شورای امنیت. اینم یک دست راستی جنگ طلب و آرشیتکت اصلی جنگ با عراق و نابودی و به خاک و خون کشیدن اون کشوره. جان بولتون همیشه دنبال مقامات دولتی بوده که نیاز به انتخابات و تصویب مجلس نداشته باشه. خیلی جالبه. برای اینکه حتی مجلس موقعی که اکثریت جمهوری خواهند میگن این یک آدم سمیه، اینو نمیشه انتخاب کرد. و بهترین مثالش زمان جورج دبلیو بوشه که میخواست این بشه سفیر آمریکا در سازمان ملل، رئیس مجلس شورا و سنا هر دو بهش گفتن آقا اینو اصلا معرفی نکن، برای اینکه شکست قطعیه. اونم سب کرد تا مجلس رفت مرخصی، بعد این آقا رو خودش انتخاب کرد که بره بشه سفیر آمریکا در سازمان ملل. همینطورم الان ترامپ اومده شغلی به بولتون داده که نیاز به تایید و تصویب مجلس نداره، مشاور امنیت. سپاسگزارم. بسیار ممنون. پس با این کابینه جنگی که شما گفتید، سگه‌ها رو این دیوانه زنجیری آقای جان بولتون و اون مهاجر نیکیلی که به قول شما از پل چون گذشته میگه پل رو آتیش بزنید دیگران نیان این طرف، اگر جنگی هم با ایران مستقیما نباشه میشه گفت همین پراکسی وار یا جنگ نیابتی که شما گفتید هنوز هم درگیر هست و ادامه پیدا میکنه. درست میگم؟ کاملا. من هم دیدم بر اینه. ببینید یکی از چیزایی که کمک میکنه، نتانیاهو از دید من اگر یک حسن داره اینه که نمیدونم یادتونه یادتون نیست، ما وقتی کوچولو بودیم مثلا 7-8 سالمون بود تو کوچه بازی میکردیم، میخواستیم با یه نفر دعوا کنیم، زورمون نمیرسید، میرفتیم دور و میسادیم بهش فوش میده. نتانیاهو هم مرد عمل نیست، مرد حرف. و تا زمانی که پول اسرائیل و جون اسرائیل، خون اسرائیل تو مسئله نباشه خیلی ارزندام میکنه. و همین جوری که عراق رو نابود کرد، صدام رو سرنگون کرد، ارتش عراق رو نابود کرد بدون خرج یک دلار اسرائیلی و یک قطره خون اسرائیل. الانم اگر بتونه آمریکا رو بندازه جلو که آمریکا پول بده و خون بده، البته پول رو عربستان گفت میدم، ولی آمریکا بیاد به جنگه اون خیلی هم اون پشت میسه و تب میزن، ولی اینکه خودش و کشورش بخوان به جنگن من چشم آب نمیده. شما باور میکنید که وزیر امور خارجه آمریکا دیروز یا پریروز گفته بود خب ایران اقلا این زندانی های ما رو آزاد کنه، به این وسیله یک حسن نیتی نشون بده، شاید ما مثل کره باشون صحبت کنیم. فکر میکنید که اینا از این ماجرای برجام پشیمونن و دنبال گفتگو هستن؟ این سوال خود من هست از شما. دنبال گفتگو هستن، میخوان مثل کره یک کاری انجام بدن که اونم باز کردیت بگیره، ترامپ بگی بعد از 40 سال که روابطی نبود من روابط رو برقرار کردم؟ پرسشش یه کمی همین پاسخش یه کمی مشکله، ولی چیزی که مسلمه اون چیزی که الان به نفع بر ضد ترامپ و به نفع ایرانه اینه که تمام کشورهای اروپایی، چین، روسیه، اینا همه طرفدار این هستن که برجام انجام بشه و مخالف این حرکت ترامپ هستن. فکر کنم
غیر از اسرائیل، عربستان و دار و دسته او، فکر نمی کنم کشوری باشه که با این مسئله موافق باشه. خود این کمک میکنه و این فشار میاره روی ترامپ و ادمنستریشنش که یه جوری کنار بیاد. ولی شما به یه چیزایی نگاه کنیم، من همیشه میگم بعد بریم روی اون چیزایی که میبینیم یا تجربه تاریخی. به خود همین یک سال و خورده یه ترامپ نگاه کنیم، شعارهایی که ترامپ میده و یک حرفایی که میزنیم بخواهم اینقدر 150% گمرک بگیریم، بعد یهو میبینیم که حالا دربارهش میخوام فکر کنیم و یهو میشه 15%، یهو میشه این شرکت ها رو ما فلان عفو میکنیم، فلان اینو دیر میکنیم. یعنی حرف میزنه، شعار میده، ولی موقع عملش من خاطرشم نیستم. اینم امکان داره بیفته توی یکی از اون کاتگوری ها. البته با در نظر گرفتن این که نتانیاهو و اون شیخ سلمان مرتب دارن انگولک میکنن. بسیار ممنونم از شما دوستان عزیز. همونجوری که قبلا هم گفتم، اگر سوالی دارید از آقای امیر حسین لادن یا نظری دارید درباره گفتگوهایی که اینجا انجام میشه، درباره وبسایت ایشون اندیشکده.net، یا مستقیما با خودشون تماس بگیرید یا اینجا به وسیله ایمیل و تلفن پیام بذارید، برای ایشون میفرستیم و امیدوارم که هفته آینده هم بتونیم باز آقای لادن رو داشته باشیم. از شما ممنونم. من ساکت میشم. اگر شما صحبتی دارید بفرمایید. حالا سپاسگزارم. نه، من صحبت دیگه ندارم، ولی از فرصتی که به من دادین سپاسگزارم. خیلی ممنون. اوقات خوبی براتون آرزو میکنم. خب دوستان عزیز، با آقای امیرحسین لادن بودیم و وبسایت ایشون هم هست اندیشکده.net.